با شما هستیم در ادامه برنامه و در این بخش پوهنمل حمیدالله فاروقی مهمان ما هستند، رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور و مشاور وزیر صاحب تحصیلات عالی، و میخوایم در مورد آنلاین شدن درس ها در پوهنتون ها صحبت کنیم، که ما با یک صحبتی هم که دیروز با یکی از مهمانان ما داشتیم میخوایم که صحبت های امروز هم ادامه بدیم، که شما در جریان هستین که مسئله کرونا یک مسئله بسیار جدی است و این ماه از تاریخ اول تا تاریخ 30 همه مکاتب و پوهنتون ها رخصت است و این قطعا میتونه یک صدمه برسانه و درس و پوهنتون بسیاری از محصلین و دانش آموزان مکتب. صبحتان بخیر، خوش آمدین. بسیار تشکر. صبح شما، صبح مجان، همکارای عزیز و شنونده ها و بیننده های عزیز برنامه شما هم بسیار خوش آمدین جناب رئیس. بسیار تشکر. رئیس پیش از اینکه بیایه گفت یک گلاس چای گرم برام بیارین، که اگر حالا سلفه هم بکنیم و هم ریزش داشته باشیم باز کلگی متوجه از این میشه که خدای ناخواسته که اینا کرونا دارن و هم مصاب به کووید 19 هستن. از حرف پیام خودتان پیش از اینکه بریم به طرف سیستم آنلاین شدن دانشگاه کابل، حرف و پیام خودت برای هموطنای عزیز ما چه خواهد بودن جناب فاروقی صاحب؟ بسیار تشکر. اول خوش آمدید، که سپاسگزاری کنم از شما هرسی برنامه و زینتان از تلویزیون محترم طلوع که ما رو شانس دادین تا در یک موقعیت بسیار حساس تاریخ کشور و موقعیتی که واقعا محصلین عزیز ما اساتید گرامی ما پوهنتونی های ما در مجموع دچار یک سراسیمگی هستن، در خدمت شما باشیم و عرایض و آرزومندی های خود برنامه خود خدمت شما شریک بکنیم و از این طریق با هموطنان عزیز خود داخل تماس شیم. پیش از همه میخوایم سال نو تبریک بگوییم برای شما، برای هموطنان عزیز ما، برای محصلین ارجمند ما سمستر جدید تحصیلی. ایمان جان، در رابطه به سوال شما من میخوایم واقعا پیام بسیار صریح داشته باشم برای هموطنان عزیز ما. امروز نه تنها کشور عزیز ما بلکه دنیا در یک موقعیت بسیار حساس و استثنایی تاریخ خود قرار دارد. پدیده کرونا به عنوان یک پدیده تهدید کننده و یک پدیده که واقعا تشویش و نگرانی بسیار جدی را خلق کرده، فکر میکنم که هیچ وقت در تاریخ بشریت علی رغم تعدیدات مختلفی که از لحاظ مسائل مختلف به مواجه بودن، به این پیمان نگران و سراسیمه نبودن. و این وزیر که امروز در اروپا هست، در چین گذشت، در کشورهای دیگه، در کشورهای همسایه ما، در جمهوری اسلامی ایران، اینها تعدیدات بسیار جدی هست و روزانه صدها انسان و موجودی بسیار فوق‌العاده را متاسفانه جانشان میگیره و تعدیدات بسیار جدی را. به خاطر ما در حالت استثنایی قرار داریم و در حالت استثنایی، تصامیم استثنایی، برخوردهای استثنایی و عملکردهای استثنایی را جامعه و مردم مستلزم است رعایت بکنن. خوشبختانه ملت عزیز ما با مقاومتی که دارن، با توانایی که دارن، با یکی از آزمون‌های بسیار بزرگ در تاریخ موفق بیرون شدن. یقین دارم این بار هم در برابر یک آزمون بزرگ انشاءالله با موفقیت بیرون میشه. اما یگان ابزاری را که به خاطر دفاع از این بحران و رفع این ناملایمتی به دسترس دولت‌ها، به دسترس مردمان موجود هست، او همو خردورزی و عقلانیت و استفاده از توانایی‌های انسان خردمند و انسان مسئول است که در جامعه به عنوان یک شهروند مسئول باید عمل بکنه. آن چیزی که خودش درک میکنه و آن چیزی که مسئولین درشان میگن باید مطابق از او عمل بکنن. ما در تمام عرصه ها مسئولیت بسیار جدی داریم به عنوان شهروندا که مطابق هدایت متخصصین، مطابق هدایت نهایی که مسئول هستن، ما خود عیار بسازیم و به عنوان شهروندای مسئول هم در برابر کنش های خود باید با مسئولیت برخورد بکنیم و هم اطرافیان خود و اونایی که با ما ارتباط دارن پیام رسانی بکنیم تا در برابر این فاجعه، در برابر این تهدید و در برابر این چالش جدی که امروز جامعه و مردم ما قرار دارن، با خردبرزی، با عقلانیت، با مسئولیت و بالاخره با امو روش های معقولانه که فارغ از احساسات باشه باید برخورد کنیم. در عین حال نباید به خود ترس رابطیم، نباید نگرانی بسیار جدی داشته باشیم و نباید هم گفته مردم عوام دست و پاچه شویم یا پنک بکنیم. ضرورت است. آقای فاروقی، در مورد آنلاین شدن درس ها یک سوالی که ایجاد میشه یه است که زیادتر محصلین پوهنتون کابل محصلینی هستن که به ولایت های دیگه زندگی میکنن و از یک ولایت دیگه به کابل آمدن برای ادامه تحصیل. آیا امکانات اینترنت وجود داره بر محصلینی که در ولایت های دیگه هم هستن و میخواین که شامل طرحهای برنامه شوند؟ بسیار تشکر از این سوال بسیار معقول شما. در سالهای اخیر تلاش بسیار جدی شده که ما در ادبیات تحصیلات عالی بحث تکنولوژی و استفاده از برنامه های آنلاین مطرح بکنیم. خوشبختانه در
بسیاری نهادهای ما این برنامه تا یک حد پیش رفته، اما در مرحله هنوز قرار نگرفتیم که ما بتانیم تمام برنامه ها را به شکل آنلاین در خدمت محصیل نزد خود قرار بدیم و یا هم استفاده از دروس راه بعدی بعید ما ارائه بکنیم. اما این برنامه ها وجود دارد، ما با پیشرفت تکنولوژی، با توسعه خدمات اینترنتی و سایر خدمات الکترونیکی که ضرورت هست، طبعا این برنامه ها در مرحله اجرا گذاشته میشه، چیزی که امروز در دنیای دیگه معمول است. در شرایط موجود متاسفانه پدیده کرونا ما را یک مقدار غافلگیر کرد و هنوز ما آمادگی نداریم. شما خبر دارین که رخصتی زمستان است و محصلین عزیز ما در این رخصتی ها به ولایت رفته بودن. بیش از 25% محصلین ما یا در حدود 25% محصلین ما از ولایت افغانستان هستند و از سراسر افغانستان، از قریه‌های مختلف افغانستان، و اونا پس برگشتن در رخصتی های زمستانی به خانه های خود و متاسفانه در بعضی ولسوالی ها، در بعضی مناطق که اونا زندگی میکنن، هنوز خدمات اینترنتی یا حتی برق وجود نداره. به او خاطر دسترسی تمام محصلین اگر ما ادعا بکنیم شاید مبالغه باشه، اما خوشبختانه با توجه به ترویج تکنولوژی و با توجه به توانایی هایی که محصلین ما، مخصوصا جوانای عزیز ما دارن، امروز در این وسایل دسترسی دارن و علایقی که اونا برای درس دارن، برای آموزش دارن، و مطمئن هستم که به هر شکلی که باشه اونا خود به اینترنت و به وسایل و امکانات تکنولوژی اونا خود نزدیک میسازن و استفاده میکنن. روی همین بس ما در پوهنتون کابل اخیرا تجاویز گرفتیم که از همین فرصت محصلین عزیز ما، فرصت استادا، فرصت پوهنتون که یک فرصت ملی هست، ارزش های ملی ما هست، ای به هدر نروه و تسهیل بکنیم این خدمات برای محصلین ما تا حدی که ممکن باشه. ما در پیام هایی که در پیام سال نو دادیم به محصلین عزیز خود، پیام هایی که قبل از او دادیم، جلساتی که در وزارت محترم تحصیلات عالی در رهبری شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی بود، پس آن در تصامیم دولت گرفت، بالاخره تصمیمی را که شورای رهبری پوهنتون گرفت به محصلین عزیز خود ابلاغ کردیم که آماده باشن تا ما این خدمات را که از طریق راه دور ارائه می کنیم، از طریق همین ابزاری که تکنولوژی در اختیار ما گذاشته، تا حد ممکن این را ارائه بکنیم. هفته جاری آخرین ددلاین است که استادای ما، رؤسای پانزه ها و اینا تمام برنامه های درسی را با توجه به مشخصاتی که خود برنامه ها دارن تا به چه پیمانه میتونن از طریق اینترنت و از طریق درس بعید این برنامه های راه شو ایراد میکنن. در این حال یعنی استادا یوزری دارن که بتونن مواد درسیشون رو وارد سیستم کنن و اپلود کنن؟ کاملا بله، استادا الحمدلله دارن و امکانات در داخل پانتون ما وجود داره، ما هم اینترنت داریم، هم این وسایل داریم، هم میتونیم میره، منتها مطمئن از این نیستیم که چند فیصد محصلین رو گرفته میتونن. چون ما در تامین برنامه های درسی مجبور هستیم عدالت رعایت بکنیم، در پایان روز ما از محصلین امتحان میگیریم. یک تعداد محصلین اگر برابر همین دلایل نتونسته باشن به دروس دست پیدا بکنن، دیگه ما نمیتونیم عدالت تامین بکنیم. به خاطر ما تصمیم گرفتیم که درس را به هر حالت از طریق آنلاین و از طریق همین خدمات ارائه بکنیم، منتها یک چی پیمانه محصلین ایره با در بازگشت محصلین وقتی شرایط نرمال شد ما ارزیابی خواهد کردیم و میبینیم که چی تعداد محصلین استفاده کردن و چی تعداد نتونستن. یقین دارم اکثریت محصلین ایره استفاده میکنن و خوشبختانه اون محصلین تعدادشان زیاد خود بود و برای محصلینی که چانس پیدا نکردن اونم در خدمتشان قرار میگیرن. و یک چیز از جناب فاروقی صاحب، مدام جان از یوزر صحبت کردن، در سیستم آنلاین هر محصل باید یک یوزر داشته باشه. آیا هر محصل دانشگاه کابل یا پوهنتون کابل یوزر مخصوص دارد؟ یوزر مخصوص محصلین ما ندارن، اما ما از طرق مختلفی که امروز میسر، به طور مثال ما در پلتفرم ادکس پوهنتون ما شامل هست و در اون پلتفرم تمام درس هایی را که پوهنتون کابل راه می کنه و سایر پوهنتون های معتبر دنیا در اکثریت مضامین عمده ای در خدمت محصلین است و محصلین می توانند با مراجعه به او در پلتفرم MIT. این پلتفرم ها موجود است و ما به استادای خود هدایت دادیم که درس های زمینه را از طریق این پلتفرم ها در خدمت محصلین قرار بدن. در عین حال از طریق تلفن، از طریق رابطه فیسبوک، نمیفهم رابطه های دیگه که از طریق دیگه ابزار دارن، میتونن اینها عمو درسای خود رو برنامه خود اپلود کنن و محصلینشان استفاده بکنن و در خدمتشان قرار بدن. اگر سوال شاید دست هموطنهای ما ایجاد شود که آیا سرور پوهنتون کابل توانایی را داره که تمام استادای پوهنتون کابل مواد خود اپلود بکنند در سرور؟ بله، بخش‌های مختلف ما به اندازه کافی امرود اینترنت داریم و این توانایی ها وجود داره و در عین حال استادای ما، یک تعداد زیاد استادای ما از طرق مختلف با محصلین خود در رابطه هستند. بله. و اونا میتونن درس‌های خود، البته نه به شکلی که تمام درس
سمستر اینو آپلود بکنن، درس ها رو به شکل هفتوار وقتی ارائه میکنن میتونن درس ها رو با همو مقدار کمی کس اینا رو آپلود بکنن و این انشاءالله مشکل نیست. آقای فاروق شما اشاره کردین در مورد یک تعدادی از محصلین که ممکن هست و قطعا که در ولایتی باشن و در جای زندگی کنن که اینترنت درست نباشه اونجا یا آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی درست نیست، حتی برق شاید نداشته باشن. سرنوشت این محصلین چطور میشه؟ با تاسف برای محصلین با تاسف این یک حالت است که حالت استثنایی است که بر ما تحمیل شده. ما فعلا فهمیدیم است که وقتی محصلین به خیر بر بگردن در اون مرحله باز استادا هم ارزیابی میکنن که چی فیصدی محصلین نتونستن از این خدمات استفاده بکنن و متناسب به او باز برنامه های بعدی را عیار خود کردیم و طبعا او محصلینی که استفاده کردن به عنوان محصلینی که چانس بهتر داشتن میشه که با استفاده از اون پرنسیپ ها یا برنامه های شاگرد محوری که ما داریم به این محصلین این مسئولیت بسپاریم که تا همکارای دیگه خود محصلین همسنفی های دیگه خود اونا رو کمک بکنن و در خدمت از اونا باشن. در این حال استادا هم میتونن در سار متناسب به او فشرده تر بسازن در ایام بعدی که از سمستر باقی میمانه. بله، یک دقیقه فرصت داریم جناب فاروقی صاحب. پس مواد استادا تمامش آماده است که آپلود شود در سیستم؟ بله، استادای گرامی ما اکثریت مطلقشون برنامه هایشون در سیستم های اینترنتی خود دارن، در ترتیبی که بتونن توسط تکنولوژی اونا را ارائه بکنن و در اکثر صنف ها فعلا هم در صحابه همون شکل ارائه میشه. ما مطمئن هستم که یک تعداد زیاد استاد گرامی میره دارم و ما در جریان این هفته هدایت دادیم و استادا تمام مزامین رؤسای پانزده ها ارزیابی میکنن و دیگر تیم های رهبری پوهنتون هم در خدمتشان است که او مزامینی را که این امکانات برش هست استفاده میشه. اما مزامینی هم ما داریم که مزامینی است که در داخل صنف باید تدریس شه. متاسفانه در روستا چالش داریم. یعنی برنامه‌های درسی از هفته آینده قرار است شروع شود به گونه آنلاین. بله. اما با متناسب با آنچه که امکانات ما داریم. اگر امکانات را ما نداشتیم و این فرصت نبود و در این حال محصلینی که استفاده نتونن بکنن، ما نمی‌خوایم یک پیام خراب به محصلین یا پیام نادرست را بفرستیم که اونا در حالتی که از یک طرف نگرانی‌های ای کرونا و سایر تشویش های دوری از صنف و اینا برشان است و از طرف دیگه این نوع مایوسیت برشان پیدا شد که فردا باز چطور میشن و دسترسی ندارن و هم در این حال وقت پس بین مصروف سوالات امتحان خواد شدن یا در برابر یک حالت خاص قرار به هیچ صورت. فقط میخوایم برای محصلین از خودت مینان بتون که اونا حد اعظم تلاش بکنن. از این طرف استادای گرامی تلاش میکنن و از اون طرف اونا هم مسئولیت دارن از طریق رابط هایی که با انجمن محصلان خود دارن، با اتحادیه محصلان دارن، با مدیریت های تدریسی دارن. این رابطه ها رو به هر شکلی که میشه تامین بکنن و استفاده کنن، وقت خودشان ضایع نشه. بله. چون در عین حال که اینا مکلفیت دارن در خانه های خود باشن، فرصت گرامی خود هم باید استفاده از این بکنن. اما اگر نتونستن نگران نباشن، ما واقعی بیان ارزیابی خواد کردیم. سپاسگزار هستیم جناب فاروقی صاحب. ما شاید کارهایتان در دانشگاه کابل بودیم، با امید کارهای هرچی بیشترتان هستیم. سپاسگزار هستیم. فرصت دادیم. تشکر میکنیم از آقای فاروقی، رئیس پنتون کابل و وزیر مشاور در امور تحصیلات عالی افغانستان. وقفه میگیریم. برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.